عالی جناب، در اونها از یک عالی جناب، اگر شما به دنبال نسل کشی و جنایت کاران میگردید، در ایران بیش از 170 تا 190 شاید هم بیشتر گور دست جمعی وجود دارد. عالی جناب، در اونها از یک کامیون، از یک کامیون کوچک تا 3-4 کانتینر سردخانه‌دار جنازه مقبول گشته. حتی درصد بسیار زیادی از گورهای انفرادی در گورستان ها خالی و تویی از جنازه هست. اونها رو توی از جنازه و خالی تحویل خانواده ها دادند. توضیح بیشتر بدم عالی جناب، در بعضی از آنها لباس مقتولین رو زیر مقداری بتون آماده مدفون کردن و سنگ روی آن گذاردن که خانواده حتی نتواند نبشه فرد کنند. اجساد این گروه ها عموما به طور دست جمعی در عمق زمین مدفون گشتن. جوانان و نوجوانانی که از 11-12 سال به بالا، البته زنان باردار نیز شامل میشن. حالی جناب، این جنایت ها به دست همین انسان نماها که شعار دروغین اسلام و انقلاب و صدور آن به دنیا را میدهند انجام میپذیرند. بله، به دست همین آنهای پریدکار و این رژیم دروغو و مستبد صورت میگیرند. متاسفم که دنیا تنها به خاطر اندک جنایات آشکار و قربانیان شما در دنیا داد حقوق بشر سر می دهد، ولی این رژیم هنوز باقی است. دنیا در این جنایت ها با این رژیم قرون وسطایی شریک است. این رژیم به خودشان هم رحم نمی کند. در بدترین نوع شکنجه ها تایی چند شب تعداد زیادی از خودشان را هم، حتی از کسانی که در 209 مسئول بودن به نام کم حالی جناب، جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 67 بیش از 33,700 نفر زندانیانی دارای حکم 5 سال، 2 سال، 1 سال حکم داشتند اعدام و در گورهای دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند. و در مقابل این رژیم سپاک و ملایان فریبکار و جنایت پیشه بسیار مظلومانه به خاک سپرده شدن. این از ثمره حکومت ولایت مطلقه فقیه. همه چیز انسان را به کام مرگ و آتش کشیده است. مال، ناموس، جان، همه را ولایت فقیه خود صاحب اختیار می کنه. این جانب حالی جناب، اینجا 209 هست، اینجا اوین هست، در اینجا بیش از 10 بار احمد باطلی ها را یعنی یک دانشجو نوجوان جوان را به اتاق اعدام میبرند و حلقه دار به گردنش میاندازند. حتی ورزشکاران و قهرمانانی همچون حمید سوریان را هم به اینجا میآورند. اینجا سلولهای افشاری ها، سازگار ها، ابراهیمی ها، گنجی ها، زرفشان ها، پیرمرد ها، وکلا، آقاجری ها، بروجردی ها و بزرگ زندانی جناب امیر انتظام است. او قدیمترین و مظلومترین زندانی ابی بوده. حالی آنچه میشنوید از بیان و بله، اونچه که میشنوید از بیان و زبان قدیمترین دیاچالشی نویسنو که فرید. حالی جناب، از شما و تمامی حامیان حقوق بشر میخواهم که هرگز دیویسنو را فراموش نکنید. به این بوله که هرگز از صرافت نخواهد افتاد. آلی جناب، باورش برای همگان مشکل است، ولی سالهاست آفتاب را ندیدم و آسمان را فکر نمی کنم. اگر روزی بیرون بروم بتوانم به آسانی آفتاب فکر نمی کنم بتوانم به آسانی آفتاب را ببینم. سالهاست غذای معمولی نخوردم. به صورت نیک و خورد شده غذا را می
به همین علت سابق بر این ارگان های مختلفی هوات رو ترانزیت میکردن به اروپا، ولی الان همگی یک کاسه شده و با شرکت های اطلاعاتی به صورت پیچیده ترانزیت میکنن که دنیا رو به این شکل مثلا به اروپا و سرویس های اطلاعاتی اروپا رو فریب بده. با این از بیمارستان بزن به اونی و طولانی تکنه اقسام غذای این در اعتراض به شکنجه و سپریون و اعمال وحشیانگی به مدت 52 روز طول کشید و روزانه فقط چند آب نوشیدم و در حال مرگ به بیمارستان اطلاعات منتقل شدم گویی بگیدیم از تخت میبودم، گویی اون رو ارتفاع میکرد، گویی تشنج میکرد، گویی میگفتم مساعده حاضرم، گویی دندانهایم قفل میشد، گویی میگفتم ورق بدهید بنویسم. بس دیگه فارسی بود که به من میدادن. گویی میخواستم از طبقه چهارم بیمارستان خود را پرت کنم و این هر لحظه و هر آن و هر ثانیه ادامه داشت. میگفتم فقط اقرار کن، اعتراف کن، هرچه ما میخواهیم بگو، حال تصور کنیم. بسیاری از متحدین رو که تحت سناریوهای پیچیده روایش میکنم تحت عملیات به کلیستوری علمی آزمایشات دارویی میکروبی و شیمی و اشعه‌های اتمی در اختیار ارگانهای دیزیزمینی و نظامی قرار میدن چی پجوهایی را متحمل میشوند. آری مثلا سناریوی جذب هواداران گروهها و احزاب و روشنفکران با ایجاد ایش محبوس مانده پس از ضربه خوردن بنیادن بخش عمده از تفکرگذاری ها و با ایجاد جریانات موازی روی نیروهای انسانی او توسط اطلاعات صورت گرفت. بسیاری از نیروهای پراکنده را در جریانات موازی جمع‌آوری کردند. صدها و هزار عنصر القاضی پس از ورود به ایران در همین بیغوله ها و دویسنو ها و زندان ها زندان های امنیتی رسانی کرد. به ویژه کرج با لباس معطل نگهداری و طی برنامه های توجیه شد و سپس به مناطق اعزام میشد. بسیاری از آنها به دفعات میروند و پس از اتمامکار دوباره در دویسنو ها و دیگر زندان های ارمانی اطلاعات پیدا شده شد. به اشکال گوناگون در بندهای مختلف با بسیاری تماس گرفتند. افکارشون طبق برنامه های مجلت زیق وقت مجبورم باز هم خلاصه تر نماییم. حالی جناب بیش از پیش مایلم شما را در ریان بخشی از آنچه در اسناد سوال وجود داشته قرار دم. این مطالب اگر در اختیار ملت شریف ایران قرار میگیره یقینا تکلیف این رژیم فریب و شکنجه بسیار پیش از این یک سره میگردید. زیرا تمامی مدارکی از سربنداران تبکر رژیم آخوندی در اسناد سوال وجود داشت مملو از لجن و تحکم بود. این چنان از طی دو دهه و طی کتب و صدها نامه و تحلیل برایش شخص آقای خمینی حوالی را ارسال کردم. حتی مدت در جماران برای ایشان مقاله و یادداشت می‌نوشتم. ولی از اونجایی که کانال‌های ویژه خبررسانی وی کاملا در اختیار همان کسانی بود که خود پرونده‌های سیاسی در سوال داشتن، حق نوار ویدیویی از آن ضبط شده و در دسترس از این جمله است. اوضاع دهشتناک بود. باور کنید اگر به طور کامل مردم این نوارها رو مشاهده کنند به همه چیز حکومت فاشیست ملاها کافر می شود. تا قبل از نیم ساعت آخر جلسه وی یعنی خامنه‌ای حدود 6 هم رأی بیشتر نداشت، ولی با شگرد کودتا و کلاشی از قبل طراحی شده حاضرین را محروم کردند و تکمیل اجباری را از پیروی گرفتند. صحنه‌سازی از این قرار بود که هاشمی باریکبین را صدا می‌کند و در گوشش باریکبین هاشمی می‌گوید بیرون از مجلس میان پاسداران خارج سالن اعلام کن فلانی انتخاب شد، در حالی که آرای او به 10 رأی هم نمی‌رسید. باریکبین به خارج از سالن رفته و آن را اعلام می‌کند. ناگهان فریاد غریبه بیش از 1000 پاسدار مسلح وارد شد. همین نمایندگان مخالف با گفتن الله اکبر فلانی رهبر ساختمان مجلس را به دهانه در می‌آورند و تحت این فشار کودتاگونه همه را مجبور به دادن رأی می‌کنند. تصور بکنید آنان فکر بیرون آمدند سالن را در صورت عدم رأی مثبت می‌کردند که تأمین جانی نخواهند داشت و در نهایت آن صحنه تکبیر دوردی به ضد صندلی جلوی سالن که را که از تلویزیون دیدهاید به مردم غالب کردند و سناریوهای از قبل طراحی شده را به خود ملت می‌دهند. صحنه‌گردانان مایل بودند در صورت شکافتن پشت پرده همکاری آنان با رژیم ضد بشریت ایران قطعا فجایعی در دنیا و بلوایی در پی خواهد داشت. فقط به ذکر یک نمونه از حتی همکاری پشت پرده و تعامل فیناوین بسنده میکنم. آری کمک‌های انتخاباتی برای احزاب با گذر یکی از کوچکترین هاست. یادم هست برای غلبه سوسیالیست های فرانسه بر گودلیفت ها توافق محرمانه توسط رژیم با سوسیالیست های فرانسه صورت گرفت که حزب الله یا حزب شیطان لبنان مجری آن بود و البته سوسیالیست های لبنان در جریان نبودن و اون روایی شرط های فرانسوی در لبنان با توافق سوسیالیست های فرانسه و سپس درخواست سوسیالیست های فرانسه از ایران برای آزادی آنان بود که از این رکازن سوسیالیست ها پس از پیروزی آوانس ها و امکانات بسیاری از طرق مختلف دیپلماسی و حمایتی تا این آخوندها پس از توافق با سوسیالیست ها بین خود میگفتن سوسیالیست ها گلابی هند.
آنها را با لقب گلابی می‌خواند. و اما عالی جناب، در پایان ضمن تشکر از تعامل جنابی درخواست فوری دیدار با کمیسر حقوق بشر و شر سازمان ملل به همراه پزشک بدون مرز رو دارم. لازم توضیح از من تا 4 سال اول زندانم حق گرفتن وکیل نداشتم، ولی با فشار حقوق بشر در سال 2005 فقط به اختیار کردن وکیل شدم که دکتر سلطانی همان موقع دستگیر شد و خانم عبادی را نیز تا کنون ندیدم. حالی جناب